مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای نجیب الکوزی، رئیس ناحیه دوم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام بر شما. ممنون. آقای الکوزی، ما پیش از این هم شما را داشتیم در آغاز کار از این پروژه. میشه علتش را بگوین که چرا کندی صورت میگیره در کار از این پروژه؟ چون مشکلات زیادی را بر باشندگان محل با وجود آورده. خوشبختانه همونطور که در برنامه گذشته یادآور شدیم که 8 سالی معضله وجود داشت، 8 تا حتی در دو قسمت 6 شاروال هم، یعنی حتی 3 دانش به خاطر گردنه سخی برطرف شدن. خوشبختانه کارش به صورت نرمال پیش میره و ما تخمین زده بودیم که در ظرف 2 ماه خلاص شوه، ولی کار که ما دیدیم انشالله تا 1 ماه دیگه کاملا ساحه هموار میشه و اون معضله که در گذشته وجود داشت از اونجا رهایی خواهیم پیدا کرد و در سال نو هوا که گرم میشه او رو قیر خواهیم کرد. در 20 روز که کار تا هنوز صورت نگرفته، هنوز بخش اندک از این جاده گفته میشه که ساخته شده، چه امیدواری وجود داره که شما بتونیم تا 2 ماهی که وقت این کردین کار از این پروژه تکمیل شود؟ چون اگر خود پروژه رو ببینین او قدر پروژه حجمش زیاد نیست که شما 2 ماه 3 ماه را دقل مت نظر بگیرین. 500 متر است در مجموع. یکی سرک است که در ساحه هموار جور میشه، یکی ساحات کوهیست، معضلات خاص خود داره. همونطوری که در تصاویر هم شما مشاهده کردین کار بسیار خوب پیش میره. خوشبختانه دستاورد خوب داشتیم در 20 روز و یک مشکل اساسی است که در دو ساحه موترهای زیاد ما نمیتونیم که بر فعلا استفاده کنیم. انشالله در روزهای بعدی که ساحه یک کم ذره پهن‌تر میشه تعداد موترها و ماشینالات بیشتر میشه و انشالله در ظرف 30 روز دیگه مکمل ساحه هموار میشه و برای سال آینده که هوا گرم میشه برای قیریزی آباده میشه. بله آقای الکوزی، مثلا شرکت پیمانکار که شما استخدام کردین، اونا میگن که باشندگان محل برای اینا مشکل ایجاد میکنن و رای عملی ساختن پروژه، گفتنی شما چی است؟ در مجموع باشندگان اونجا تا کسانی بودن که ما رو تهدید به مرگ کردن، کسانی بودن که حتی وکیل گذری که از اونجا همراه ما همکاری میکرد و این مشکل این معضله را مردم برای ما حل کردن. ما از طریق خود مردم شورای جور کردیم، وارد رأس قرار دادیم و تانستیم این مشکل بسیار آسانی حل کنیم و مانند 8 سال گذشته به ایسی یک معضله و یک گره باقی نماند و کارش پیش میره و یک تعداد سنگ اندازی ها هستن، افرادی وجود دارن که برای ازی که بتانن یک منافع خودم سالهای گذشته بالاتر از 10 نمره را از اونجا بعضی از افراد با همی دعوا و جنگله به دست آوردن، مگر ما در مقابل از مقاومت خود داریم، هیچ امتیازی برشان دادن نمیشه و از ساحه دولتی است و کار پروژه بسیار خوب پیش میره. خب کسایی که به گفته شما سنگ اندازی میکنند، برخورد شما با این اشخاص چه خواهد بود؟ چون اینا مانعی هستند سر رای عملی شدن پروژه. اگر دخالت زیاد کار پروژه اونقدر زیاد باشه که باعث کندی کار شود. اما مثلا پروژه میگن که چون این کار هست و شما خاموش هستین در مقابل این سنگ اندازی ها. بله، در مجموع در جریان 20 روز به تعداد 6 نفر تا فعلا ما توسط نیروهای امنیتی که بیش از حد از اونجا اخلال کردن بندی شدن، تعهدشان را گرفتیم، تعهد بزرگانشان را گرفتیم و حتی یک فرد از بغلان، یکی از کارمندای بعضی یکی از ادارات بود که وکیل گذر ما را تهدید به مرگ کرد، از بغلان گرفتارش کردیم، آوردیم، تعهدش را گرفتیم و کارش خوب پیش میره و بعضی از بچه ها، بعضی از اشخاص در مساحات وجود دارن، از طرف شب بعضی از مسائل امنیتی را دوست دارن که از اونجا ماشینالات نباشه، دوست دارن که پلیس نباشه، او افراد اخلال میکنه و ما همه روزه گزارشاش همراه نیروهای کشفی شریک میکنیم و خوشبختانه همکار خوب ما بوده نیروهای امنیتی و پروژه خوب پیش میره. یعنی مردم امیدوار باشن تا 2 ماه دیگر این پروژه تکمیل خواهد شد. اطمینان میتن شما بر مردم؟ دقیقاً 2 ماه دیگر از این سرک عبور کنن و از اون مزار، از اون تنگنایی که وجود داشت، یک سرک پهن‌تر خواهد بود و در سال نو قیر خواهد شد. بله. آقای الکوزی، میخوایم بپرسم ای که خب با عملی شدن از این پروژه میتونه چقدر امو مشکلات ترافیکی که در حال حاضر در پایتخت وجود داره یک بخش عمده از این مشکلات حل شوه؟ همونطور که سرک باغ بالا رو میبینید یک مشکل اساسی بین شهر کابل حل میکنه، این سرک میتونه به مساله یک متمم بسیار قوی برای اتصال بین غرب کابل و مرکز کابل باشه و
و خوشبختانه این سرک در گذشته با وجودی که خراب بود بهش یک مسیر اصلی استفاده می شد. همیز که ما هموطنان عزیز ما فعلا انتقاد میکنن چرا کارش پس میره، بعضی مونا که ما بازو ضرورت داریم و این سرک که جور شد انشالله یک مشکل اساسی شهر کابل حل میکنه. بله، در قسمت همین جاده بازم میخوایم از شما پرسم که در بخش استملاک زمین، کسایی که خانهشون استملاک شده در مسیر از این جاده، در کدام قسمت از شهر کابل برای اینها زمین داده شده که اینا دوباره بتونن که بر خود خانه را آباد بکنن؟ چون مشکلاتی که وجود داره و شکایت هایی که همواره در این بخش هست که در جاهای برای اینها داده میشه که اونجا اصلا امکان زندگی کردن وجود نداره. استملاک در سالهای گذشته صورت گرفته و بدبختانه معضله را کسایی جور کردن که هم زمین گرفتن، هم زمین در ارزان قیمت گرفتن، هم خانه از اونجا جور کردن و هم خانه ای که از اینجا داشتن رو رها نکردن و یک معضله کلان بود در 8 سال گذشته که ما مطابق با قانون همراهشان هونه صحبت کردیم و قناعتشان دادیم و تانستیم که خانه ها رو تخریب کنیم. چقدر خانه ها در مسیر از این جاده استملاک شدن در کل جاده؟ در کل جاده در حدود 131 نمره در سالهای گذشته توزیع شده بود، ولی خوشبختانه از روزی که ما کار شروع کردیم حتی یک بلس نمران به کسی توزیع نشده و نماندیم که یک سوی استفاده ای که در سالهای گذشته صورت می گرفت صورت بگیره و تمامش به خاطر حمایت رهبری نو شاروری کابل می باشه. بله، در کنار از این بیان روی دیگر پروژه های شما در ناحیه دوم من بپرسم که چه پروژه ها و برنامه های دیگر در حال حاضر روی دست شما است به خاطر اینکه سهولت بر مردم ایجاد شده و خدمات شهری برشان ارائه شده بکنید؟ درست، در مجموع ناحیه دوم بیشتر باشنداش در ساحات کوهی می باشه و مزلات اصلی ما در سالهای گذشته آسیب شناسی انجام دادیم و پروژه های خوبی را دیزاین کردیم و اولویت پروژه را دست خود باشندگان دادیم. خوشبختانه فعلا در ناحیه دوم در ساحات بسیار صعب العبورش در دامنهای کوک هستن. پروژه زینی سازی ما داریم در حدود 3 کیلومتر است که اونامور کارش عملا شروع شده و خوب پیش میره و همکار هستن مردم همراه ما. و در ساحات دیگه ناحیه دوم بخصوص ساحاتی که در اونجا مراکز تعلیمی بخصوص مکاتب وجود داشت مزله بود که شاگردا که از سرک عبور میکردن اون با مشکل تصادف موتر برخورد میکردن. خوشبختانه در اون ساحات با پلای هوایی که نصب شده میتونه که یک کمک بسیار قوی بر ازوا باشه. در قسمت های تنظیفی در سالهای گذشته انبارهای زباله ما داشتیم در ناحیه دوم، شورای تنظیفی را که جور کردیم تانستیم تمام انبارهایی که در سطح ناحیه دوم وجود داره بر فعلا از بین رفته شود و همکار اصلی ما مردم بوده و قوت ما مردم بوده که در ناحیه دوم بر فعلا نسبت به سایر بخشا میتونه موفق باشه. بله، در قسمت آب میخوایم بپرسم که یک بخش عمده کسانی که در ناحیه دوم زندگی میکنن همان آب است. کسایی که شما گفتین که بخش عمدهشان در کو زندگی میکنن، در این قسمت پروژه های آب رسانی چگونه است؟ آیا پروژه روی دست هست؟ در حال حاضر اینا چگونه استفاده میکنن؟ در مجموع مسئله آب رسانی و آب آشامیدنی که مربوط به بخش به ریاست جدا دارن، مربوط به شارولی کابل نمیشه، ولی خوشبختانه ما مسئول آب رسانی که در سطح ناحیه دوم است عضو به قرارگاه مشترک ناحیه دوم برای 2 سال از کور دعوت میکنیم. مشکلات مردم به صورت مشخص و منظم هم برای شریک کردیم و بعضی از افراد که در ساحات کوهی چون بیشتر از نل استفاده میکنن بس سوء استفاده ها میکردن، واتر پمپ های نصب کرده بودن که آب بیشتر استفاده کنن برای مادرشویی خود، برای آبیاری خود، او رو تانستیم به همکاری ارگان های امنیتی و افراد شناسایی کنیم و اونامو سوء استفاده شان رو بند کنیم. بله، تشکر، سپاس از اینکه با برنامه حضور یافتین. خیلی سپاس.